در 29 اردیبهشت سال 1327 خورشیدی در قرچک ورامین پسری متولد شد که نام منصور رو به خود گرفت، منصور ستاری. منصور در سال 1346 وارد دانشکده افسری ارتش شد و بعد از اون راهی آمریکا شد تا یک دوره علمی کنترل رادار ببینه. و بعد از اینکه از آمریکا برگشت، به عنوان افسر کنترل شکاری نیروی هوایی در ارتش مشغول به کار شد. منصور ستاری افسری شجاع، آگاه، تیزهوش و کاردان بود و همیشه هم برای پیشرفت امور از خودش طرح و ابتکار داشت. اون برای تجهیز سیستم‌های راداری و پدافندی طرح‌های بسیار خوبی رو ارائه و اجرا کرد و توان نیروی هوایی رو برای سرنگون کردن هواپیماهای صدام دو چندان کرد. فعالیت‌های ابتکاری ستاری باعث معروفیت اون شد و در سال 1362 شد معاون عملیات فرماندهی پدافند. اما لیاقت و کاردانی و شایستگی اون اجازه نداد که تو این پست زیاد باقی بمونه و بعد از اینجا به فرماندهی کل نیروی هوایی ایران رسید. طرح‌های ابتکاری اون در طول جنگ ایران و عراق توان نیروی هوایی رو دو چندان کرده بود. اون طرحی روی سایت‌های هاگ پیاده کرد و تونست اونها رو چابک‌تر کنه و همین مسئله باعث به وجود اومدن حماسه بزرگ در عملیات ولفجر 8 شد. باید بدونید که اون زمان صدام به نفتکش‌ها حمله می‌کرد. اما منصور ستاری طرحی پیاده کرد که دیگه نیروی هوایی عراق به راحتی نمی‌تونست این کارو بکنه. جالبه که بدونید وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد، رادار دهلوران یعنی بزرگترین رادار خوزستان به اشغال عراقی‌ها در اومد و یه جورایی چشم و چراغ دشت خوزستان از دست رفت. همین موقع سرلشکر منصور ستاری که درجه سرگردی داشت، با یک سری دیگه از افسران اقدام به نصب یک رادار موبایل تو سد دز کرد و تونست دوباره چشم دشت خوزستان رو روشن کنه. این رادار به قدر خوب کار میکرد که در عملیات فتح المبین موشک‌های هاگ و جنگ افسارهای اورلیکن و موشک‌های رابیر تعداد زیادی از هواپیماهای صدام را سرنگون کردند. شاید باورتون نشه طرح چابکسازی ستاری باعث شد پدافند هوایی ارتش در عملیات ولفجر 8 72 جنگنده ارتش عراق رو سرنگون کنه و این کار بزرگی بود. سامانه‌های موشکی هاگ رادارهایی دارند تحت عنوان PAR که تا یک مسافتی اهداف رو رصد می‌کنند. این سامانه یک آنتن بزرگ داشت و عراقی‌ها با استفاده از میگ 25 خودشون همیشه از مناطق عملیاتی فیلمبرداری و عکسبرداری می‌کردند و عراقی‌ها به راحتی می‌تونستن به این سامانه‌ها صدمه وارد کنند. سرلشکر منصور ستاری در اینجا طرح‌های خودش رو پیاده کرد. اون برای اینکه اقدامات تاکتیکی و تخریبی دشمن کمتر بشه، رادارهای PAR سامانه‌های هاگ رو از مدار خارج کرد و از طرف دیگه مأموریت رصد و کشف رو واگذار کرد به رادار تاکتیکی بندر ماهشهر. این ابتکار ستاری هم مثل ابتکارهای دیگرش دست و بال نیروی هوایی صدام رو بست و دیگه راحت نمیتونست تو اون منطقه جولان بده. عراق وقتی دید از هدف گرفتن شهرها دیگه نتیجه نمیگیره، رفت سراغ نفتکش‌ها و کشتی‌هایی که برای ایران کالا می آوردن. در اینجا بود که منصور ستاری برای خونسا کردن عملیات عراقی‌ها طرح اسکورت کشتی‌ها و نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان را شروع کرد. در سال 1369 سرلشکر منصور ستاری هواپیمایی ساها را بنیانگذاری کرد که مخفف سرویس ارتباط هوایی ارتشه. اقدامات اون 4 رکن اصلی داشت:
طرح و برنامه صحیح از ابتدای فرماندهی، سازماندهی نیروی انسانی کارآمد و مستعد و مبتکر، تأمین وسایل و تجهیزات با بهره‌گیری از منافع موجود و در نهایت اعمال مدیریت پویا. جالبه که بدونید منصور ستاری در عملیات خیبر وقتی در محاصره بمباران شیمیایی قرار گرفت، ماسک خودشو به یک پیرمرد که راننده لودر بود داد. برای همین اونجا یه مقدار تحت تأثیر مواد شیمیایی قرار گرفت و تا آخر عمرش حس بویاییش کار نمی کرد. دانشگاه علوم و فنون هوایی که بعدها نام شهید ستاری رو به خودش گرفت، در سال 1367 توسط او برای تربیت افسران جوان نیروی هوایی ارتش تأسیس شد. این دانشگاه هم یکی از یادگاری‌های ارزشمند ستاریه و در اون کارشناسی هوانوردی، خلبانی و ناوبری هواپیما تدریس میشه. این دانشگاه شامل 7 دانشکده است: دانشکده پرواز، مهندسی هوافضا، مهندسی برق، دانشکده کامپیوتر، دانشکده اپراتوری پهپاد و همچنین دانشکده فناوری‌های نوین دفاعی. سرلشکر منصور ستاری در 15 دی ماه 1373 در سانحه سقوط هواپیما در اصفهان به شهادت رسید. یک هواپیمای لاکید جتستار که متعلق به نیرو هوایی ارتش بود با 12 نفر از فرمانده های دیگه از فرودگاه مهرآباد به پرواز در میاد. اونها به جزیره کیش میرن و بعد از ساعتی توقف در اونجا کیش رو به مقصد تهران ترک میکنن. اما در بین راه خلبان با برج مراقبت فرودگاه اصفهان تماس میگیره و میگه پنجره کابین باز شده و باید فرود اضطراری بکنیم. اما متاسفانه قبل از اینکه به فرودگاه برسن، در 64 کیلومتری جنوب پایگاه اصفهان هواپیما به زمین میخوره و 12 افسر عالی رتبه ارتش کشته میشن.